همزمان با ادامه تلاش‌های مسکو برای گسترش دستاوردهای خود در پی تهاجم به اوکراین، موشک‌های روسیه به تأسیسات صنعتی میکولایف، یکی از شهرهای صنعتی در جنوب اوکراین، حمله کردند. همچنین با شدت گرفتن حملات موشکی روسیه، وزارت دفاع بریتانیا نیز روز یکشنبه از تقویت مواضع دفاعی روسیه در مناطق تحت اشغال خود در جنوب اوکراین خبر داد. سارا دماوندان گزارش می‌دهد. در 144مین روز تهاجم روسیه به اوکراین و همزمان با شدت گرفتن حملات موشکی روسیه به جنوب اوکراین، شهردار میکولایف از حمله موشکی روسیه به تأسیسات صنعتی و زیرساختی در این شهر که یکی از مراکز مهم کشتی سازی در جنوب اوکراین خبر داد. جزئیات زیادی از میزان خسارت وارد شده در این حمله موشکی منتشر نشده، اما وزارت دفاع روسیه مدعیه که در پی حملات موشکی تونسته انباری در شهر اوداسا رو که محل نگهداری تجهیزات نظامی ارسالی از ناتو به اوکراین بوده رو منهدم کنه. در پی تشدید حملات موشکی روسیه در طی 3 روز گذشته، مقامات اوکراینی میگن که دست کم 40 نفر کشته شدن. همزمان با اقدامات نظامی روسیه در جنوب اوکراین، وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد روسیه در حال تقویت مواضع دفاعی خود در مناطق تحت اشغال خود در جنوب اوکراینه. به گفته بریتانیا، تمرکز روسیه در حال حاضر بر روی اعزام نیروهای نظامی، تامین تجهیزات نظامی و همچنین حفظ اماکن نگهداری تجهیزات نظامی و دفاعی بین ماریوپول و زاپوروژیا در استان خرسونه. سخنگوی اطلاعات نظامی اوکراین روز شنبه درباره حملات موشکی روسیه به اوکراین گفت این فقط حملات موشکی از هوا و دریا نیست و روسیه گلوله باران در تمام خطوط مقدم را تشدید کرده. به گفته مقامات نظامی اوکراین، در پی تشدید حملات موشکی روسیه به جنوب اوکراین، بیش از 50 موشک روسیه به شهر نیکوپول اصابت کرده. گمان زنی های ارتش اوکراین بر اینه که روسیه در حال سازماندهی مجدد یگانها برای حمله به اسلوویانسک از شهرهای مهم در منطقه شرقی دونسک تحت کنترل اوکراینه. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر، آلمان.